مهمان من بیش از 10 سال است که پیوسته چهره جنجالی در فضای سیاسی و روشنفکری ایران بوده. در نوجوانی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. در بحبوحه جنگ ایران عراق با ادامه جنگ مخالفت کرد. از سپاه خارج شد و به منتقد حکومت تبدیل شد. 6 سال زندانی کشید و در زندان به دلیل اعتصاب قضا تا پای مرگ رفت. او حالا چند سال است که در خارج از ایران زندگی می کند. ولی همچنان نظرات او در عرصه دین و سیاست ایران جنجال آفرین است. اکبر گنجی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای گنجی، شما چرا پیوسته تحریم انتخابات رو توصیه می‌کنید در ایران؟ تحریم یا شرکت در انتخابات یک تابویی نیستش که شما بخواید اونو همیشه به کار بگیرید. بسته به شرایط هستش. اگر شرکت در انتخابات صرفاً برای مشروعیت بخشیدن به یک نظام دیکتاتور و متقلب باشه، طبعا من با چنین شرکتی مخالف هستم. اما اگر شرکت در انتخابات به صورتی که در اوگاندا اتفاق، در زیمبابوه اتفاق افتاد و پس از اینکه رابرت موگابه تقلب کرد، مردم به خیابون‌ها ریختن و رژیم رو به عقب نشینی وادار کردن و موگابه رسما رهبر مخالفان رو به نخست وزیری من انتخاب کرد، با چنین انتخاباتی قطعا موافقم. کما اینکه در انتخابات این دوره شما دیدید که پس از این تقلب بزرگی که رژیم کرد، خود مردم به صورت خودجوش به خیابون‌ها ریختن و جنبش سبز آفریدن. ولی استدلال شما برای تحریم انتخابات یه چیز دیگه است. شما بحثتون اینه که چون در ایران انتقال قدرت صورت نمیگیره، در نتیجه این انتخابات باطله و نباید شرکت کرده. ببینید، عدم شرکت در انتخابات دلایل گوناگون داره. یکی مشروعیت نبخشیدن به حکومت خودکام است. دو، عدم همکاری با حکومت خودکام است. سه، انتقال قدرت حتی اگه شما 100% هم پیروز بشید در انتخابات صورت نمیگیره. اما اگر شما بتونید با شرکت در این انتخابات یک جنبش اجتماعی بسازید، قطعا من با این موافقم. فقط و فقط برای ساختن جنبش اجتماعی معطوف به دموکراسی. ولی خب این چیزی نیست که شما از پیش بتونید تعیین بکنید که بخواد رهبری به دلیل شرکت در انتخابات ممکن جنبش اجتماعی صورت بگیره. رهبری دموکراسی خواهان همیشه این کاری کردن. به طور مثال در کاری که در زیمبابوه افتاد این بود که از قبل رهبران مخالف اعلام کردن که اگر رژیم در حکومت تقلب بکنه در انتخابات، ما مقاومت خواهیم که به خیابون‌ها خواهیم اومد. در ایران این اعلام نشد و مردم به طور خودجوش این کاری کردن. لذا پیشنهاد من اینه که اگر صرفاً می‌خوایم شرکت بکنیم در انتخابات متقلبانه و به رژیم مشروعیت ببخشیم و بعد از تقلب هم هیچ عکس‌العمل نشون ندیم، قطعاً مخالف چنین انتخاباتی هستم شرکت درش. اما اگر شما از قبل اعلام کنید ما در انتخابات شرکت می‌کنیم و اگر شما تقلب کردید به خیابون‌ها می‌ریزیم، من با چنین کاری قطعاً موافقم. شما آقای گنجی در مقاله زیر عنوان انتخابات خونین و معجزه سلطانی نوشتید که حضور یکپارچه مردم در خیابان‌ها و نافرمانی مدنی مسالمت آمیز جوان‌ها یکی از دستاوردهای حرکت اخیر است. این حرکت اخیر نتیجه شرکت مردم در انتخابات بود. یعنی شما قبول دارید که تحریم انتخابات اصولاً این توصیه شما اشتباه بود؟ گفتم بستگی به شرایط داره. من 10 سال مدام دارم راجع به این می‌نویسم که بدون بسیج اجتماعی ما هیچ کاری از پیش نخواهیم برد. ولی آقای گنجی، اگر که مردم شرکت نمی‌کردند در انتخابات و بعد از انتخابات دیگه نمی‌تونستن برن تو خیابون بگن رأی من کو، و این به اصطلاح جنبش سبز به وجود نمی‌اومد. ببینید، کاری اتفاقی که افتاده هیچ کس نمی‌تونست اینو پیش‌بینی بکنه. نه رژیم چنین پیش‌بینی تونست بکنه، نه اپوزیسیون و نه کسانی که در انتخابات شرکت کردن. لذا از قبل که بندم نمیتونستم تشخیص بدم چنین اتفاقی خواهد افتاد. اما پس از اینکه اتفاق افتاده قطعا من استقبال میکنم. گفتم خدمتتون، من بر اساس نظریاتی که توی طی 10 سال گذشته بیان کردم همیشه طرفدار بسیج اجتماعی بودم. برای اینکه شما غیر از خارج از بسیج اجتماعی و نافرمانی مدنی به هیچ وجه در یک جامعه شبیه جامعه ما نمیتونید گذار کنید. آقای گنجی، ببخشید من اینو اصرار میکنم سر این مسئله. شما که طرفدار نافرمانی مدنی و ایجاد جنبش در جامعه هستید، باید قبول بکنید که اگر که مردم به توصیه شما عمل میکردن و در انتخابات شرکت نمیکردن، همچین جنبشی هم نبود. ببینید، این شما
اشتباه کردید. ببینید، این لزوماً در همه جاهایی که اتفاق افتاده تجربه این نبوده که پس از یک شرکت در انتخابات صورت بگیره. این جنبش‌های اجتماعی رو یک جرقه‌هایی به حرکت در میاره. در کشورهای مختلف این جرقه‌ها بسیار بسیار مختلف بوده. یعنی در نظام‌های دیکتاتوری یک نارضایتی ژرف نهادینه در کل جامعه وجود داره. این جنبش بخواد تبدیل به جنبش بشه 6 تا متغیر لازم داره. یکی از این متغیرات اون جرقه ای که این جنبش رو به حرکت داره. در کشور ما این جرقه این انتخابات متقلبانه بوده، ولی در جاهای دیگه بسیار حوادث دیگه بوده که همون که شما دیدید در خود کشور ما بعضاً بعد از شرکت در مسابقات فوتبال که تیم میباخته یا یک پیروزی در انتخابات مردم در خیابونا ریختن. لذا شما نمیتونید از قبل پیش بینی بکنید که این جنبش اجتماعی اون جرقه ای که اینو میندازه تو خیابونا چی هستش. اینو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. خب من یک سوال دیگه هم در این مبحث در واقع بکنیم، اون که شما میگید که در نظام ولایت فقیه حتی اگر انتخابات آزاد و منصفانه باشه انتقال قدرت صورت نمیگیره. بر اساس این استدلال در واقع همه ولماتند و جامعه هرگز به طرف دموکراسی نخواهد رفت. جامعه به طرف دموکراسی خواهد رفت اگر مبارزه شما مبارزه در چارچوب قوانین مصوب جمهوری اسلامی باشه. قطعا نمیتونید به سوی دموکراسی برید، چون تمام راه ها رو این قانون اساسی بسته. شما 3 تا انتخابات دارید: شوراهای شهر، ریاست جمهوری و مجلس. شما اگه این 3 تا رو هم 100% بگیرید، نهادهای فراتر از اینها یعنی رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشمصلحت نظام، سپاه، بسیج و دیگر چیزهایی که وجود قوه قضاییه راه شما رو مسدود میکنن. لذا انتقال قدرت نیست. در تمامی جاهایی که در نظام‌های دیکتاتوری گذار به دموکراسی صورت گرفته این بوده که شما یک جنبش اجتماعی درست کردن، پس از اینکه این جنبش قدرتمند شده و موازنه قوا ایجاد شده بین دولت و جامعه مدنی، دولت مجبور شده بیاد بشینه پشت میز مذاکره با مخالفین. بزرگترین خواست مخالفین در این شرایط این بوده که ما یک انتخابات آزاد می‌خوایم. منتها فرقی که من میگم ایران با کشورهای دیگه داره اینه که شما در افریقای جنوبی موقعی که انتخابات آزاد برگزار می‌شد، قدرت از دکلرک منتقل می‌شدش به اپوزیسیون ماندلا. در شیلی از پینوشه به مخالفین. در ایران در چارچوب شرایط فعلی بخواد انتخابات برگزار بشه و 100% هم شما برید انتقال قدرت صورت نمیگیره. لذا این جنبش دموکراسی خواهی ما اگه پیش رفت و موازنه قوا ایجاد کرد و نظامو کشید پشت میز مذاکره، طبعا ما خواهان انتخاباتی خواهیم بود که این انتقال قدرت رو صورت بده. یعنی در واقع شما طرفدار این نظریه هستید که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. جمهوری اسلامی به طور پارادوکسال اصلاح پذیر هست و اصلاح پذیر نیست. اصلاح پذیر نیست اگر شما بخواید در چارچوب قانون اساسی فعلی و قوانین مصوب این مجلس اقدام کنید. همه راه ها رو بسته، همه راه ها رو. آقای موسوی اشتباه میکنه وقتی که میگه که در چارچوب همین نظام و همین قانون اساسی اصلاحات میخواد. هیچ رژیم دیکتاتوری رو بر اساس قوانین خودش گزارش نمیدن به دموکراسی. در واقع شما جنبش اجتماعی درست میکنید که خودش معلول نافرمانی مدنیه و اون جنبش اجتماعی بر اساس نافرمانی مدنی میره جلو. وقتی قدرتمند شد اون گزار صورت میگیره. اگر کسی گمان کنه که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ما میتونیم گذار به دموکراسی بکنیم، این به گمان من محال به این معنا اصلاح ناپذیره. اما شما در جهان واقع است که این گذار رو صورت میدید، یعنی بدون توجه به اون قوانین شما نافرمانی مدنی میکنید، یک جنبش اجتماعی درست میکنید. اون جنبش اجتماعی از طریق نافرمانی مدنی و فقط و فقط از طریق تظاهرات نی، ده ها شکل دیگه ای داره این نافرمانی مدنی. اونجوری هستش که شما خودتون رو تقویت میکنید، دولت رو تضعیفش میکنید و میزهای مذاکره شکل میگیره. بسیار خوب، متشکرم. اجازه بدید یه خود به عقب برگردیم. آقای گنجی، شما 19 سالتون بود که عضو سپاه پاسداران شدید. چه چیز در سپاه شما رو جلب کرد؟ انقلاب ایران یک انقلابی بودش که اکثریت مردم در شرکت داشتن و پس از اینکه انقلاب به پیروزی رسیدش گفته شدش که یک نهادی میخواد درست برای حفاظت از انقلاب و بندم یک جوان 19 ساله بودم. تو اون فضای چپ زده ای که خود انقلاب دیسکورسش دیسکورس چپ بود، بندم تو اون فضا وارد سپاه شدم به عنوان یک نهاد انقلابی. چه کار میکردین در سپاه؟ در سپاه مسئولیتی نداشتم. اولا سپاه تا مدت ها بعد رتبه بندی نداشت. این رتبه بندی ها مال 7-8 سال بعد از انقلاب هستش. اون موقع همه پاسدار بودن و من هم در حد یک پاسبان بودم در سپاه. مسئولیت اسلحه داشتید و من در بخش آموزشی کار میکردم، یعنی جایی که اسمش بود بخش
عقیدت ایدئولوژیک بهش میگفتن، عقیدت سیاسی بهش میگفتن. در واقع ما کارمون بود که متون درسی تهیه میکردیم برای کلاس ها و اینم خودش باز امروز یک طنز برای کلاس های خود سپاه دیگه، کلاس های خود سپاه که بچه‌هایی که میمدن یه دوره دو هفته‌ای بعد اونجا ببینن که برن وارد سپاه بشن. اون دوره آموزش ایدئولوژیک ما جزوه رو تهیه میکردیم و اینم یه طنزی هستش، کسانی جزوه رو تهیه میکردن که خودشون در یک چنین سنینی قرار داشتن. البته بودن آدمایی که سنشون طبعا از من خیلی بیشتر بود. یعنی در واقع شما هیچ وقت اسلحه به دست نگرفتی که در فعالیت های جنگی سپاه شرکت بکنی؟ مطلقا. در هیچ جا در کردستان هم نبودی؟ در هیچ جا من اصلا کردستان هیچ وقت نبودم. بله. من در بخش آموزش. میدونی که چرا من این سوالو میکنم؟ بله. اعتماد که مرتب به شما زدم. نه این دروغ محض. من در اون دورانی که در سپاه بودم در تهران بودم و چند سالش هم اتفاقا در شهر قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی ایدئولوژی سپاه در قم بود و من چندین سال با دوستان دیگری در اونجا بودیم. خب شما از سپاه کنار گرفتید، کنار رفتید، اختلاف نظرتون با سپاه چی بود؟ دو تا مسئله عمده داشتیم. یک مسئله این بود که ما ادامه جنگ رو بی‌پیوده می‌دونستیم و می‌گفتیم که این جنگ پیروزی درش نیست و ما اینو با مدارک و اسناد جلساتی که اون موقع داشتیم و یه وقتشو توضیح میدم به اطلاع مسئولین وقت رسوندیم. نکته دوم این بودش که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما این از سال 61 62 میدیدیم و اون دوره ما تو شهر قم بودیم و با آیت الله منتظری هم ارتباط داشتیم، مدام خدمت ایشون میرسیدیم و این نکات رو شهر میدیدیم. لذا در یک پادگان ولیعصر محسن رضایی و محسن رفیق دوست اومدن که یکی فرمانده سپاه بود یکی وزیر سپاه بود، در اونجا ما صحبت کردیم. اتفاقاتی افتاد که لشکر محمد رسول الله حمله کردن به این دو نفر و این دو نفر در رفتن با ماشینشون فرار کردن. چند روز بعد اومدن به سپاه تهران و در اونجا باز آقای محسن رضایی می‌خواست سخنرانی بکنه، من دستمو بلند کردم. محسن رضایی گفت اینا دروغ میگن. من دست بلند کردم گفتم من با اسناد اثبات میکنم که شما دارید کار سیاسی میکنید. اون گفت نیست. گفتم بذارید من بیام جلو حرف بزنم. همه بچه‌های سپاه درخواست کردم، من رفتم جلو کنار محسن رضایی ایستادم و نشون دادم که اینا جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستن. روزها در سپاه شب میرن جلسات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، همون دعوای خودشون دارن. اون دعوای ما با اینا کشید به مجلس. ما با 100 تا نماینده مجلس رفتیم همه این نکات و هم وضعیت جبهه‌ها و هم وضعیت فعالیت‌های سیاسی اینا رو شرح دادیم. با بسیاری از مسئولین، با آقای منتظری ارتباط مستقیم داشتیم. قرار شدش که آقای خمینی وقت دادش که یک روز صبح یک شنبه ماها و به اتفاق محسن رضایی اینا بریم 11 نفر پیش ایشون و مسائل رو رو در رو طرح کنیم. آقای هاشمی رفسنجانی الان کتاب خاطرات سال 66 که تمام ماجرا رو نوشته و همینطور تو خاطرات آقای منتظری هم اومده، آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه، میگه این اصلا به صلاح نیست. آقای خمینی اون موقع دو تا پیام داد، یه پیام به مجلس داد که خیلی تند بود، به مجلس گفتش که اینم آقای هاشمی تو خاطراتش آورده، سپاه حق دخالت، شما نماینده مجلس حق دخالت در این کار ندارید، این از اختیارات فرمانده کل قواست. و یک نامه‌ای هم دادش که آقای محلاتی که اون موقع نماینده آیت الله خمینی در سپاه بود اونور تو پادگان ولیعصر خوند که خیلی خیلی تعابیر تندی آقای خمینی علیه ما تو اون نامه به کار برد و توش گفت در این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیستش که محسن رضایی محسن رفیق دوست تعویض بدن و اگر شما کوتاه نیاید و این کاری رو ادامه بدید برخورد خیلی قاطع با شما خواهد شد. بعدم که مجلس پشت ما رو خالی کرد و همه و ما رفتیم خدمت آیت الله منتظری هستیم وقایع رو شرح دادیم و ایشون به ما گفتش که من پیغام دادم به این مجلس، گفتم تو شما یه مرد نبود بلند شه تو اونجا بگه که این کجاش دخالت در اختیارات ما بود، وظیفه نماینده مجلس هستش که به جنگ رسیدی بکنه. به هر حال اون جریان اون رو برای ما درخواست اعدام کردن و اون موقع اگر آیت الله منتظری درخواست اعدام دادستانی سپاه و آقای هاشمی هم تو خاطراتش نوشته که سران سپاه دائما از ما میخوان که با اینها با خشونت و شدت برخورد بشه و آیت الله منتظری و آیت الله ثانی موقع دادستان کل کشور بود که ما به منزل ایشون هم رفتیم با ایشون ملاقات کردیم. اگه آیت الله ثانی و آیت الله منتظری نبودن بنده و دوستانمون اون موقع اینا اعدام می‌خواستن بکنن. و بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم، استعفا دادم و اومدم بیرون رفتم، یعنی وزارت ارشاد. ولی اون دوستان ما تو همون جلسه آخری که داشتیم گفتن که ما راهی جز این نداریم، میریم جبهه خودکشی شهری میکنیم و اینا رفتن تو عملیات بعدی که عملیات بد بود شرکت کردن و شهید شدن. و 20 سال بعد برای من عجیب بودش اون موقع که من تو زندان بودم دیدم که
اینا رو آوردن تو تهران، بزرگترین تشییع جنازه رو کردن ازشون که به عنوان مدافعین نظام. اینا کسانی بودن که با همین آقایون در حال اختلاف بودن، اینا کسانی بودن که نه نظام سیاسی رو به اون معنا قبول داشتن و نه اون جنگ رو قبول داشتن، ولی راه دیگه‌ای هم پیش خودشون نمی‌دیدن. بسیار خوب، ولی بعد شما بعد که اومدیم در ارشاد و بعد به هر حال فعالیت‌های فرهنگی و روزنامه‌نگاری رو شروع کردین و لبه چیز حملتون هم هاشمی رفسنجانی بود. چرا رفسنجانی؟ ببینید، اولا این مال آقای هاشمی رفسنجانی که اون دورانی که شما میفرمایید دیگه اون مال دوران اصلاحاته، ولی خب به هر حال ما در دوره‌ای که همون جریان سپاه بود اتفاقات میافتاد، از اون موقع ما مشکل هم با آقای هاشمی رفسنجانی داشتیم هم با آقای خامنه‌ای داشتیم. مواضع آقای خامنه‌ای که به هیچ وجه قبول نداشتیم، خب ما با آقای منتظری خیلی نزدیک بودیم و از اون موضع کارا رو دنبال می‌کردیم. اون دوره‌ای که شما میفرمایید مال دوره اصلاحاته، در اون دوره که سالها کار شد و قبلش من تو مجله کیان و قبلا به کیهان فرنگی اینا همکاری داشتم، تصور ما این بود که اینا دارن یک دوره شروع میکنن بعد از فوت آقای خمینی شروع کرده بودن که رهبر رو به مقام خدایی میرسوندن. آقای هاشمی رفسنجانی هم تو اون دوره انتقاد ناپذیرش کرده بودن به گونه ای که اگر کسی انتقاد میکرد میگفتن اینا مثلا دارن حرمهای اهل بیت رو تو کربلا آتیش میزنن، یه همچین مواجهی بود. کاری که ما میخواستیم بکنیم این بودش که همه مقامات باید نقد پذیر باشن و کاری که من میکردم نقد پذیر کردن آقای هاشمی بود. اتفاقا شما اگه اون نوشتار الان بخونید، نقد ها بسیار بسیار نقد های درستی هست و خیلی هم محدود هستش. یعنی من همون موقع هم در یک گفتگویی که با دوستان کارگزاران داشتم در یک مجمع عمومی اونجا اعلام کردم این حداقل انتقادهایی هستش که میشه از آقای هاشمی رفسنجانی بیان کرد. خب حالا با این حساب اگه انتقاداتی که آقای احمدی نژاد هم آقای هاشمی رفسنجانی میکنه قاعدتا دید شما باید درست باشه. لزوما اینجوری نیستش. شما لزوما جنگ قدرتی که در چارچوب ساختار سیاسی خود دولت شکل میگیره در بالا با اون چیزی که در سطح پایین جامعه مدنی تعقیب میکنه لزوما یکی نیستش. ما خواهان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر هستیم، ولی دعوایی که اون بالا صورت میگیره دعوا بر سر اینا نیست. دعوا بر سر اینه که شما رئیس جمهور باشی یا بنده باشم، قدرت دست شما باشه یا قدرت دست من باشه. هیچ کدوم اونا نمیخوان این ساختار رو ببرن به سوی یک ساختار دموکراتیک. البته شکاف در بالا، شکار در نظام سیاسی و در رژیم به سود جامعه مدنی هستش و امکان نفس کشیدن برای پایین ایجاد میکنه. بسیار خوب، میزه بدین که بگردیم به زندان شما. شما 6 سال در زندان بودید. شما خودتون فکر میکنید چرا شما رو به زندان انداختید؟ من البته دو دوره زندان بودم. این 6 سال مال دوره دومه. بار اول بعد از انتخابات دوم خرداد 76 در سمیناری که در دانشگاه شیراز بود من اونجا راجع به فاشیسم صحبت کردم و بعدش دادگاه من انقلاب بازداشت که بنده رو و تو زندان 209 وزارت اطلاعات بودم. اتهامی هم که زده بودن اهانت به رهبری بود، میگفتن شما گفتید که آقای خامنه‌ای با هیتلر و موسولینی مقایسه کردین. چند ماه تو زندان بودم، یک سال حکم محکومیت برای من دادن و اتهام من تشویش اذهان عمومی بودش. خب این در دوره دوم که دوره اصلاحات من از زندان اومدم بیرون فعالیت‌های مطبوعاتی گسترش پیدا کرد، یکی از کارهایی که ما کردیم افشای قتل‌های زنجیری بود، یکی دیگه کارهایی که کردیم نقد آقای هاشمی بود و یکی دیگه کارهایی که کردیم تو اون دوره نقد آقای خامنه‌ای بود و تئوری ولتفقی بود که من هر جا سخنرانی داشتم یا تو نوشته‌ها اونو نقد می‌کردم. حتی در اون دوره بازداشت اولام باز اینا یکی از اتهام‌های بنده این بود که ولتفقی رو تو همون سخنرانی شیراز رد کردی تو. لذا مجموعه اینا رو بذارید رو هم دیگه، خصوصا افشای قتل‌های زنجیری که بندم یکی از اون افرادی بوده که تو این کار مشارکت داشتن، اون مهمترین عامل بازداشت ما بود. بسیار خوب، شما وقتی که به خارج اومدین آقای گنجی تکیه کلامتون این بود که موقتا اینجا هستید و به زودی به ایران برمیگردید و وقتی هم به شما گفته میشد از جمله خود من هم در مصاحبهتون این سوال ازتون کردم که ممکنه براتون خطر داشته باشه اگه برگردین به ایران، جوابتون این بود که دموکراسی خواهی به هر حال هزینه داره و شما حاضرید که این هزینه رو بپردازید. شما الان نزدیک 3 سال شده بیشتر که در خارج هستید، انگار موندگار شدین دیگه اینجا. ادوارد سعید تو یک مقاله ای که راجع به مهاجرت داره اتفاقا به صراحت همین نکته رو طرح کرده، هم در مورد خودش هم در مورد کلیه مهاجرین. ادوارد سعید اونجا میگه که مهاجرین، اونم یک مهاجر فلسطینی بود، مهاجرین اول که میان فکر می‌کنن چند هفته دیگه برمیگردن، بعد این تبدیل میشه به چند ماه و بعد ماها تبدیل میشه به سالها. این نکته که شما میفرمایید درسته و برای دموکراسی هم به گمان من همچنان معتقدم که بدون هزینه نمیشه این پروژه رو پیش برد. البته جنبش دموکراسی خواهی هیچ وقت به خشونت متوسل نخواهد شد، ولی اون رژیم سرکوبگر هزینه هایی رو بر شما بار میکنه. بنده هم به هر حال سوابقم
نشون میده که گریزی از پرداخت هزینه نداشتم و همچنان هم ندارم. برای یک مجموعه شرایطی پیش اومد و یک ارتباطاتی پیش اومدش که این ارتباطات و اون شرایط بنده رو اینجا نگه داشت، خصوصا اون مقالات قرآن محمدی هم که آیت الله مکارم شیرازی حکم ارتداد برای بنده داد. در مورد هم سوال دارم از شما. شما توی این سال‌ها که در خارج بودین جوایز خیلی معتبر جهانی به دلیل فعالیتتون در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران دریافت کردید. شما به جز دریافت جایزه چه کار دیگه می‌کنید در واقع؟ این که نبوده که اونا اکثر اون جوایزی که به بنده داده شده به خاطر فعالیت‌های در ایران و در زندان بوده، نه به خاطر بعد از که اومدم تو خارج کشور. و اینا که به هر حال به شما جایزه دادن، به هر حال مجموعه فعالیت‌هایی که تو این مدت داشتم عمدتاً در چندین حوزه بوده، یکی فعالیت‌های سیاسی بوده، یکی فعالیت در زمینه حقوق بشر بوده، یکی هم مجموعه کارهایی که تو حوزه بینش دینی و اسلام شناسی و نگاه به دین احساس میکردم واجب گفته بشه و اینا کاری بود که من در زندان کرده بودم، منتها به مرور در خارج منتشرش کردم که خیلی هاشم هنوز منتشر نشده. بسیار خوب. در زمینه همین پژوهش های دینی تون شما در واقع به این نتیجه رسیدین که قرآن کلام خدا نیست و معتقدید که زاییده ذهن بشره و امام دوازدهم هم اصولا وجود نداره. در مورد کماکان خودتون رو یک مسلمان شیعه میدونید؟ در مورد قرآن استناد بنده به بزرگان جهان اسلام هستش. ببینید در اسلام ما یک فرقه نداریم، ما متکلمین رو داریم، اشاعره رو داریم، فیلسوفان رو داریم و عارفان رو داریم. متکلمین مسلمان و فقهای ما خداشون پادشاه جهانه، یعنی یک پادشاهی هستش منتها تو آسمان هاست. همونجور که پادشاه زمینی بر جهان حکمرانی میکنه، اون بر تمام جهان حکمرانی میکنه. فرستاده هایی داره، سخنانی داره، یه در رو تنبیه میکنه، یه در رو تشویق میکنه، پارتی بازی میکنه، دوست داره، دشمن داره، دقیقا یک پادشاه آسمانی هستش. این خدای فقیهان مسلمان هستش. اما خدای فیلسوفان مسلمان و عارفان مسلمان، یعنی ملا صدرا، ابن عربی، مولوی، اینا به هیچ وجه چنین خدایی نداشتن. خدای اینا خدای وحدت وجودی بوده، خدای عرفا، خدای صوفیه، خدای فیلسوفان مسلمان. خدای وحدت وجودی خدایی هستش که عین جهان هستش و هیچ موجودی جدای از اون خدا نیست. شما اگه یک سانتی متر موجودی جدای از خدا فرض بکنید، این یعنی انکار بی‌نهایت بودن خداوند. این خدایی که بنده ازش دفاع کردم دقیقا همون خدای ملا صدراست، دقیقا همون خدای ابن عربی هستش. و اونها این تعبیری که این قرآن سخنان خود پیامبر گرامی اسلام هست، سخنان ملا صدرا هستش، سخنان مولوی هستش و سخنان ابن عربی که من اونجا مفصلی نکردم. به همون معنایی که ملا صدرا، صدر المتلهین، ابن عربی، مولوی، اینها مسلمان بودن، بنده به همون معنا مسلمان هستم. یعنی در مورد امام زمان؟ در مورد امام زمان دو تا نکته رو باید توجه کرد. نکته اول اینه که شیعیان تا قرن چهارم و پنجم ائمه شیعه رو آدم‌های خوبی می‌دونستن. اینا رو عالمان، علمای ابرار می‌دونستن. این چیزی که شیعه امروز میگه که اینها معصومند و اینها علم غیب دارند، این چیزهایی است که قرن پنجم به بعد ساخته شده. در خود دوره‌ای که ائمه ما زنده بودن، اگه کسی این چیزایی میگفت، ائمه اونا رو مجازات میکردن و اونها قالی خونده میشه. لذا شیعیان اولیه هم دوره ائمه ما و تا چند قرن بعد، اینا رو یه آدم‌های عالم، بزرگوار، دانشمند، پاک میدونستن. همین، نه معصوم، نه واسطه فیض. این نکته اول. نکته دوم، پس از اینکه امام 11 فوت میکنن، یک شیعیان یعنی پیروان ایشون به 14 فرقه تبدیل میشن و اینا مدارکش موجود هستش. کسانی گفتن که ایشون اصلا فرزند نداشته، کسانی گفتن فرزند داشته، فرزندشون وفات کرده، کسانی گفتن خود امام 11 مهدی موعود بوده و بعداً برمیگرده، کسانی گفتن برادر ایشون امام 12 بوده. شما اگه به تاریخ 12 امام نگاه کنید، از حضرت علی تا امام 11 تک تک ائمه ما مهدی موعود خونده شدن بعد از وفاتشون. لذا ببینید این اندیشه مهدویت، این اولا در ادیان گذشته بوده، در یهودی بود، در دین یهود بوده که اونا مسیح اومده، در دین مسیحیت بوده، در اسلام هم از همونجا گرفته شده. لذا بر اساس شواهد تاریخی
خصوصا در کتاب مهمی که آقای مدرسی نوشتن شیعه در فرآیند تکامل، در اونجا نشون داده ایشون که هیچ گونه شاهد تاریخی برای وجود فردی به نام امام دوازدهم وجود نداره و شیعیان هم درس از گذشته 14 قرن تا کنون حتی یک دلیل ارائه نکردن که موجودی به نام امام دوازدهم وجود داشته باشه. بسیار خوب، متشکرم. آقای گنجی، شما در واقع دنبال یک جامعه دموکراتیک شبیه جوامع غربی برای ایران هستید. در این صورت نقش دین اسلام در ایران چی میشه؟ ببینید، دین از نظر من معنا بخش به زندگی است و کارکردهای اخلاقی داره. این کاری که فقها کردن، این اسلام فقیهانه است. اسلام فقیهانه یک اسلام بزن بهادره که به زور میخواد شریعت رو تو جامعه اجرا بکنه، دست میخواد قطع بکنه، سنگسار میخواد بکنه، تازیانه میخواد بزنه و به زور هم اینو میخواد اجرا کنه. یعنی فقیهان بنیادگرا معتقدن که فقه رو به زور باید در جامعه اجراش کرد و از خشونت هم برای اجرای این استفاده کردن، حکم محارب میدن، حکم ارتداد میدن و این احکامی که میدن. اسلامی که ما ازش دفاع میکنیم اسلام عارفانه است و این اسلام عارفانه به این معنا هستش که معنا به زندگی فرد میانتخه، اتصال وجودی بین خدا و بنده ایجاد میکنه و یک انسان اخلاقی فردیه در واقع. این رابطه وجودی هست بین انسان و خدا، به این معنا این کاملا شخصی هستش. اما یک انسان اخلاقی تو خونش که زندگی نمیکنه، در جامعه زندگی میکنه و ارزش های اخلاقی رو در جامعه ترویج میکنه. اما به لحاظ سیاسی بنده و دیگر روشنفکران دینی دقیقا معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد دولت هستیم و یک دولت دموکراتیک به نظر من یعنی دولتی هستش که سکولاره و سکولاریسم در اینجا 5 تا معنی داره. یک، دولت یک نهاد زمینی است، نه نهاد آسمانی قدسی نیست. دو، دولت مجری احکام عقل عرفی است، نه شریعت. سه، روحانیت هیچ حق ویژه‌ای برای حکومت کردن نداره. چهار، دولت سکولار دموکراتیک دین نسبت به ادیان مختلف بی‌طرفه. خیلی متشکرم اکبر ینجی از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگه. ممنون از شما.